آقایان همیهران گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. همه شما این خبر تأسف آور رو شنیدید که دیشب در ساعت 8:30 روز دوشنبه 23 سپتامبر، البته به وقت لس آنجلس، قلب استاد فرهنگ فرحی، نویسنده، روزنامه‌نگار و برنامه ساز نامدار ایرانی، از حرکت باز ایستاد. من بسیار متاسفم همیهنان گرامی که هرچند یک بار بایستی در برابر دوربین تلویزیون از مرگ دوستان و همکاران و استادان خودم یاد بکنم، از ثابت ایمانی نازنین نوردین تا مانوک خدابخشیان که عمری در رادیو تلویزیون ملی ایران همکار من بود، تا سهراب اخوان، تا فرهنگ فرحی، تا انسان‌های پاکباخته‌ای که همه در خدمت رسانه‌های ایرانی بودند و در عرض 40 سال گذشته در غربت و در غم دوری از وطن به برنامه سازی پرداختند. من زمانی که به لس آنجلس آمدم و بعد از مدتی همکاریم رو با تلویزیون تصویر ایران متعلق با آقای میرچی شروع کردم، در اون تلویزیون آقای استاد فرهنگ فرحی، تورج نگهبان، استاد مشیری و آقای مهبودی و من همکار بودیم. فرهنگ رو من از ایران میشناختم، از زمانی که در سردبیری روزنامه و مجله آژنگ رو به عهده داشت. اما میدونید که آخرین کاری که فرهنگ کرد رئیس شورای شهر تهران شد. فرهنگ جز معدود روزنامه نگارانی بود که قلمی بسیار شیوا و شیرین داشت. میشه واقعا قلم شیرین داشت. من تو مطبوعات کمتر دیده بودم که نویسندگانی اینقدر شیوا و رسا و جالب چیز بنویسن، که فرهنگ یکی از اونا بود. او برنامه ساز رادیویی بسیار متبحری هم بود، در کار تلویزیون بسیار انسان خوش سلیقه‌ای بود و در اینجا علاوه بر کار مطبوعاتی در تلویزیون با آقای بیبیان هم همکاری کرد بود، منوچهر بیبیان، که یکی از پیشکسوتان کار تلویزیون در لس آنجلس، و میدونید که آخرین کاراشون در چند سال گذشته ما این افتخار داشتیم که در خدمت استاد فرهنگ فرحی همکارش باشیم. من موقعی که به لس آنجلس آمدم، خب وسیله‌ای که نداشتم، همیشه سوار اتوبوس می‌شدم و بعد 3 اتوبوس صبح سوار می‌شدم تا می‌اومدم تلویزیون آقای میرچی. اون موقع اینجا نبود، خیلی دور بود و فرهنگ خیلی رنج می‌برد از اینو و به من گفت نه، من از این به بعد میام عقب تو، با هم میام. و یادم نمیره که 2.5 سال متوالی من این افتخار رو داشتم که علاوه بر همکاری در تلویزیون، یه مسافت طولانی رو هر روز صبح با فرهنگ طی می‌کردیم
و او برای من از گذشته صحبت میکرد، من برای او صحبت میکردم و در این مدت کلی از او آموختم. فرهنگ انسان بسیار فرهیخته‌ای بود و بچه های بسیار با شعور و فهمیده و مبارزی هم داشت. میدونید که نیوشا فرزند فرهنگ زمانی که همین مردک رهبر چاقوکشان جهان، رهبر فعلی جمهوری اسلامی، به عنوان رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کرد، برای اولین بار یه ایرانی به عنوان اعتراض به ورود این جنایتکار به سازمان ملل متحد در برابر فدرال بیلدینگ خودشو بنزین ریخت، خودش و خودش آتش زد که توجه مطبوعات آمریکایی رو جلب بکنه، که بسیار هم جلب کرد، ولی متاسفانه در این راه جان خودشو از دست داد و غم بزرگی رو متوجه همسر، فرهنگ و برادران خودش کرد. پیام فرزند دیگر استاد فرحی غم از دست دادن برادرش رو هرگز من هنوز ندیدم بتونه فراموش کنه و مرگ جانخراش نیوشا کل خانواده رو دگرگون کرد، ولی فرهنگ مصمم و با اراده، با قلم خودش اون مبارزه‌ای رو که باید با این اشغالگران میهن ما و دزدان و دروغگویان ایران انجام بده در جمهوری اسلامی، کارش رو تا آخرین نفس، تا دیشب ادامه داد. روح شاد، مرد بزرگی، روزنامه‌نگار بزرگی رو میهن ما از دست داد و من و بسیاری از همکارانم در تلویزیون پارس از این پس جای فرهنگ رو بسیار بسیار خالی میبینیم. او با او بدن نحیف خودش، ولی با اراده محکم می نشست و برنامه های فوق‌العاده رو اجرا می کرد. من بارها و بارها از شعرا و نویسندگان و مردان ادب و هنر ایران شنیده بودم که اشعار شاملو رو به جز خود شاملو هیچ کس به زیبایی فرهنگ فرهی نمیتونه بخونه، نه مال شاملو، تمام شعرهای ایران. فرهنگ یگانه بود. روح شاد به مردم ایران، به خودم و همکارانم و به خانواده فرهنگ، به خصوص پیام نازنین صمیمانه تسلیت میگم. اما امروز، یعنی دیروز و روز سیوم شهریور، تولد فریدون مشیری بود، شاعر بزرگ ایرانی. تولد روز اول مهر، تولد عبدالوهاب شهیدی، یکی از بزرگترین خوانندگان میهن ما بود. از همه مهمتر روز اول ماه مهر، یعنی دیروز، تولد خسرو آواز ایران، نازنین شجریان بود، کسی که صدای زیباش صدای اعتراض مردم ایرانه و عدم سلامتیش یه ملتی رو کمتر شما ببینید،
در غم فرو برده، ولی در عرض این یکی دو روز شما میتونید احساسات بسیار بی‌شائبه و عظیم مردم ایران رو نسبت به شجریان بشنوید، ببینید و اینی که چگونه ملت قدردان یک هنرمند بزرگ خودش است، چون صدای او رو صدای اعتراض خودش میدونه. من داشتم تو این رادیوها و تلویزیون ها نگاه میکردم، فیلم میدیدم از رادیو فردا، و چون ما که این امکانات رو نداریم، فیلم خیلی جالبیه، با ذکر اینی که این مال رادیو فرداست و در یوتیوب هم هست، این فیلم رو براتون پخش میکنم، نگاه کنید و یادی بکنیم از استاد بزرگ موسیقی ایران، استاد شجریان. مرغ سحر نال سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار. محمد رضا شجریان در اول مهر ماه 1319 در مشهد به دنیا آمد. پدر بزرگش خواننده سرشناس در خراسان بود و پدرش که صدای خوش داشت قاری قرآن. محمد رضا شجریان در محیطی مذهبی و به دور از موسیقی تحت تعلیم پدر به قرائت قرآن پرداخت. پدرم اهل قرائت قرآن بود، استاد القراء بود و صدای خیلی خوبی داشت و جلسات قرآن داشت که هفته ای دو سه شب، دوشنبه و چهارشنبه و جمعه اینشون درس میداد. همه هم چیز افتخارم بود، رو عشق و علاقش به قرآن و اینها، به خوندن قرآن درس میداد. یه زندگی محقری داشتیم، درآمدش هم از راه بنگاه معاملات ملکی بود، تازه درآمدی هم آنچنان نداشتنشون، ولی مادر به هر شکلی بود ما رو زندگی بزرگ کرد. خیلی محیط خوبی بود، مادرم پدرم اینها هم منو خیلی دوست داشتن، همین که خب خودشون با هم خوب بودن، محیط سراسر تقوا بود. در سال 1331 برای نخستین بار صدای تلاوت قرآن او از رادیو خراسان پخش شد و در سال 1338 به دانشسرای مقدماتی مشهد رفت و از این زمان بود که با موسیقی به طور جدی آشنا شد. او بعد از آن بیشتر به صورت خودآموز به فراگیری موسیقی پرداخت. در سال 1346 به رادیو رفت تا بخت خود را برای خواندن بیازماید. داوود پیرنیا بلافاصله او را پذیرفت و آوازی که برای نمونه و تست ورودی خوانده بود در آذر ماه 1346 با شماره 216 در سری برگ سبز از رادیو پخش شد. نشستم اونجا. بعد یه ده دقیقه رو بعد دیدم ورزنده روانشاد اومد. ورزنده اومد و در واکد مؤدبانه تاشب داشت رو گذاشت و خبردار واستاد. خیلی جالب بود، مثل سرباز خونه بود اونجا، خبردار واستاد. یه سلام کرد و گفت سلام رضا جان اینا. بعد گفتش که بله قربان بفرمایید. گفتش که رضا برو توی استودیو با این آقا یه چیزی کوکون بزن. خیلی خوب، هیچ مراتم توی استودیو اولین بار بود ورزنده میدیدم، سلام و فلان اینا. و بعد گفت خب چی میخونی؟ گفتم هر چی بزنی میخونم. افشاری خوبه؟ افشاری خلاصه کو کرد و منم شروع کردم خوندن. کو کرد و بزا ضبط آماده شد و بخونم. خوندم و بر همون شد برنامه گلهای برگ سرش 216 افشاری خوندم. به دلیل حساسیت‌های پدر نام سیاوش بیدکانی را برگزید، هرچند از سال 1350 پدر به او اجازه داد تا از نام واقعیش استفاده کند.
با انتقال از مشهد به تهران فرصت یافت که برای نخستین بار به تعلیم موسیقی نزد استادان بزرگ وقت از جمله احمد عبادی، اسماعیل مهرتاش، فرامرز پایور، عبدالله دوامی و نورعلی خان برومند بپردازد. دل از دست داده همینطوری دیده بود آشنا شدم با همه سبک‌های مختلف و شیوه‌های مختلف هم پیشش یاد می‌گرفتم، زمینی که خودم سعی کردم این نوارا و صفحات قدیمی رو بگردم پیدا کنم می‌آوردم روش کار می‌کردم و بیشتر از همه رو اونا من کار می‌کردم، چون می‌بود صدای خوب مثلا صدای قمر رو بشنم، صدای زلی، صدای طاهرزاده، بنان و اینها همه رو گوش میکردم و سعی میکردم اینش رو تقلید کنم یاد بگیرم، چون وهله اول که یادگیری تقلیده که بس بتونی مثل اون بخونی تا بعد بتونی راحت بخونی. مدعی خواست که آید به تماشاگه را محمد رضا شجریان در بیش از 5 دهه فعالیت هنری خود همراه با بزرگترین هنرمندان موسیقی ایرانی تأثیری ژرف و بی همتا بر جای گذاشته و صدایش برای میلیون ها ایرانی نماد موسیقی و هنر است. او در کنار آواز خوشنویسی برجسته است و در سالهای اخیر تلاش کرده با ابداع سازهای تازه امکانات موسیقی ایرانی را گسترش دهد. خب همین الان گرامی، من باور میکنید جز آرزوهای بزرگم تا قبل از اینی که زندگی رو ترک بکنم یکیش این استش که ای کاش قادر بودم که از عمرم اگه چیزی بود کم بکنم و به عمر هنرمندان بزرگی مثل شجریان و خانم همیرا، این استادان بزرگ موسیقی که به گردن مردم ما خیلی حق دارن، به خصوص استاد شجریان بگذاریم. خواستم یک اشاره بکنم به خاطرات گذشته میهنمون و مقایسه بکنم. دیروز اول ماه مهر بود، مدارس ایران باز شد و میلیون ها دانش آموز به سر کلاس ها رفتن. یه فیلمی هست که من حیفم آمد این فیلمو برای شما پخش نکنم و اون اینه که خاطره رفتن بچه ها به مدرسه چه در گذشته و چه در حال حاضر. به این فیلم توجه کنید. سال 1353 وارد دبستان شدم، دبستان الفات در خیابان جمالزاده جنوبی در تهران. کلاس های ما معمولا دختران و پسران مختلط بود تا کلاس چهارم که انقلاب شد. معمولا دو تا دختر توی یه نیمکت می نشستن یه پسر و دو تا پسر یه دونه دختر، به خاطر اینکه شیطنت نکنن. بهمون یادمه که تغذیه رایگان میدادن. از دبستان روزای خوبی رو یادمه. معمولا رو پوشمون آبی آسمانی بود، جورابمون رو باید سفید رنگ میپوشیدیم، موامون رو با روبان آبی میبستیم.
شلوار نداشتیم ولی جوراب کوتاه استفاده میکرد. 0321 توجه علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید. اول مهر 1359 به کلاس اول دبستان در شهر تهران رفتم. شب قبلش 31 شهریور 1359 جنگ ایران و عراق شروع شد با حمله هوایی عراق به فرودگاه مهرآباد. اولین تجربه بمباران‌های جنگ ایران و عراق رو در اولین شب کلاس و مدرسه داشتیم. من سال 62 رفتم کلاس اول ابتدایی. خب اون موقع بحث انقلاب و جنگ و مذهب و اینا توی سطح کشور ما خیلی داغ بودش، بهبوهه این بحثا بود. خب این بحثا به مدرسه ها هم سرایت پیدا کرده بود. یه جمله از امام روی همه دیوار مدرسه ها نوشته شده بود: اگر درس نخوانید حرام است در مدرسه بمانید. ما اون موقع تو شهرستان خودمون یه بازرس مذهبی داشتیم که خیلی عقاید سفت و سخت مذهبی، چهره ریشدار و مذهبی داشت و همه مدرسه هم سر میزد. ایشون به همین جمله استناد میکرد، میگفتش که اگر حرام است در مدرسه بمانید پس درس نمیخونید، بیاد برید جبهه، حداقل از کشور دفاع بکنید، شهید بشید در راه خدا و اینجور بحثا. من آدمی بودم که رفتم تو کلاس‌های تباشیح و قرآن و نماز جماعت می‌رفتم، ولی صحبت من در مورد پتانسیلیه که تو اون سنین وجود داره و به جایی که مدارس مجالی محلی برای پیدا کردن استعدادهای بچه‌ها تو اون سن و پرورشش باشن، متأسفانه به یه سمت و سوی سوق پیدا می‌کنن که شاید هیچ اثری نداشته باشه. من در اواخر دهه 60 توی شرق غرب ما زندگی میکردیم و من همونجا مدرسه میرفتم. یه دختر دیگه بودش که این چند هفته دیرتر از شروع سال تحصیل اومد مدرسه و به خاطر اینکه خانوادهشون نقل مکان کرده بودن به شهرک غرب، از کجا؟ از شهرک دخانیات. خاطرم هستش که معلم اینو تحقیر میکرد و جلو بچه ها تو همه کلاس میگفتش که تو از جنوب شهر پاشدی اومدی اینجا و فکر کردی حالا آدم شدی. سال 70 بود که من توی روستا مدرسه میرفتم. مرتب با مقنعه که مشکی بود روی صورت ما رو چک میکردم، میدن که ما آرایش کردیم یا نکردیم. امروز مورخه 25/6/98 بچه‌مو آوردم اینجا مدرسه دبیرستان شهدای احمدآباد ثبت نام کنم. مدیر مدرسه به میگه 800 هزار تومان پول نقد پرداخت کن تا بچه تا ثبت نام کنم و در غیر این صورت پرداخت نمی کنم. آقا شاهدم، بخوای همینجا هستم. ایشون هم شاهده هست. دوست عزیز، منم الان رفتم پیش مدیر مدرسه جناب آقا. میگه آقا 800 هزار تومن اگه دارین ما بچه تون ثبت نام می کنیم، اگر ندارید آقا بچه تون وردارین از اینجا بریم. خدا حافظ. احساس خاصی ندارم. خاله خوشحال نیستی مگه؟ نه، ولی باید هر روز ساعت 6 صبح بیدارش بریم مدرسه. چه احساس خوشحالی داشته باشی؟ درس که خیلی خیلی خوبه. قرار هستش که ما در این نسبت دیگه حیات خوبه، اون خوبه، این خوبه. خب امیران گرامی، داشتم گزارش های دیروز و امروز رو میخوندم و فکر کردم یه چند تا از این گزارش‌ها به درد شما میخوره که در این برنامه مطرحش کنم.
سازمان ملی استاندارد ایران دیروز دوشنبه اول ماه مهر قبول کرد که وجود ضایعات در گندمی که تقسیم میکنن توی نانوایی ها وجود داره. وحید مرندی مقدم معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران در نشستی خبری دیروز گفته بررسی های ما نشان میدهد که در خرید تضمینی گندم گوش کنید درست در مواردی برای اینکه بتوانند پول بیشتری از خریدار گندم دریافت کنند گندم را با ناخالصی هایی مخلوط کردند. خب ماجرای زایاد در خرید گندم تضمینی پس از آن بالا گرفت که هفته پیش محمد رضا تقوی رئیس کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران از وجود فسادی بسیار گسترده در سیستم خرید تضمینی گندم خبر داد. حالا جریان چیه؟ میرفتن از این کشاورزا گندم میخریدن، سازمان های دولتی، وزارت بهداشت، اداره سیلو، نمیدونم همین ادارات که اینا درست کردن، دو تن مثلش عرض میکنم، دو تن گندم میخریدن، دو تن ببخشید خیلی عذر میخوام، تاپاله گاو و نمیدونم فضولات مرغ و شن و ماسه و اینا رو قاطی گندم میکردن و اینو مثلا 5 برابر، 6 برابر، 7 برابر میلیاردها میزدن به جیب مملکتو. میبینی این کارم مال حالا نیست، چندین ساله. میگه بعد از تحقیقات فراوان مردم فریادشون از این نانها رفته بود بالا که آقا اینا کیفیت نداره، این نانها بربری، نمیدونم نان سنگک، نان تافتون، اینا نانهای دیگه شما لواش، اینا رو نمیشه خورد از بس که شن و کثافت توشه و بوی بد میده. من یادم زمان ما شنون بربری که میرفتید از جلوش مغازش رد میشودی بوش بوی خوش نان تا چندی متر میامد، یا سنگک یا لواش یا هر نون دیگری. مردم اعتراض میکنم گفتن این گندم، این نونی که ما میخریم بو میده. اینا میگفتن نه این نارضایتی، این عوامل خارجی و ضد انقلاب سعی میکنن مردم. حالا معلوم شده که درست به اندازه مقدار گندم اینا فضولات و کثافت میریختن و میلیاردها میزدن به جیب. تازه از امروز الان آخرین خبر رو من خوندم که قیمت نان در تهران بسیار گران شد دوباره. تعجب نداره، اصلا تعجب نداره، در مملکتی که یه عده میرن بانک‌ها رو سرکیسه میکنن، میلیاردها تومان از بانک‌ها قرض میکنن با اسناد تقلبی و نمیدن، قسطشو نمیدن، بعدم هفتیر میبندن اینجاشون، میان تو خیابون و مردمی که اعتراض میکنن به گرسنگی، بیکاری، بدبختی، با تیر اینا رو میزنن میکشن، همین لاتا، و بهشون باج میدن. بیشتر اینا مده ها هستن، بیشتر اینا قاچاقچی ها مثل بابک زنجانی و نمیدونم کسانی دیگه، همه کسایی که در رأس امور جمهوری اسلامی هستن. اینا حرفای من نیست. ببینید میگه که بهزاد نووی، همون مرده که وزیر صنایع بود در زمان قبل، زمان حسین موسوی،
جریان گفت جریان سومی میتواند یک جریان پوپولیستی باشد که شعارهای پوپولیستی و به ظاهر عدالت خواهانه میدهد. مبارزه با فساد انتخابی را در دستور کار قرار میدهد، یعنی برخی افراد فاسد انتخاب شده را هدف قرار میدهد. به ریشه ها و اصل فساد خیلی کار ندارند، شعار جوانگرایی میدهد. با این شعار نسل اول دوم انقلاب را عملا کنار میگذارند. حالا اینجا رو گوش کنید، میگه که الان مملکت ما تمام تقریبا 60% ثروتش در دست 4 گروه که زیر دست رهبر، یعنی 60% درآمد مردم ایران، ثروت مردم ایران دست 4 شرکت، دست 4 بنیاد که اینا هم زیر دست رهبرن، به احدی هم جواب نمیدن. حالا بعدم نوشته که در دفتر این مرده که فیلد مارشال نقدی اومد که چادر شب میندازه اینجاش، دو تا جاسوس بوده گرفتنشون و یکیشون رو اعدام کردن. حالا نقدی دیروز مصاحبه کرده گفته که این به دلیل دروغی که گفته من میکشمش دادگاه. چرا؟ برای این که گفته که تو دستگاه این زیر دستش و توی نزدیکترین افرادش دو تا جاسوس اسرائیل بودن. در صورت گفتگو میکنم با آقای حسین حجازی، خواهش میکنم از امیر شهرتی تلفن آقای حجازی رو به من وصل کنه. من خواهش کردم آقای حجازی امروز به طور فوق‌العاده در برنامه من شرکت کنه، به دلیل اینی که میدونید که امروز آقای ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد یه سخنرانی بسیار مهمی کرده. رهبران بسیار از کشورهای جهان الان در نیویورک هستن، از جمله آقای ظریف و آقای روحانی، دو تا آدمای بسیار صادق و راستگو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هستن. و اینطور که آقای مکرون و دیگران گفتن شاید یه شانسی باشه، اونا گفتن برای اینکه مذاکرات مهمی صورت بگیره بین ایران و آمریکا و ایران و غرب. در هر صورت صحبت میکنم با آقای حجازی. آقای حجازی درود بر شما. درود بر شما آقای عزیز من، آقای فرجی عزیز. ببخشید آقای حجازی، میدونستم امروز بسیار گرفتارین، ولی با وجود این ازتون خواهش کردم که وقت دکترتون اینا رو همه کنسل کنین و لطف کنید بیاید در مورد جلسه امروز مجمع عمومی سازمان ملل متحد صحبت کنیم. چه صحبت هایی کرده آقای ترامپ در این مجمع عمومی در مورد ایران به خصوص؟ ببینید سه نفر از کسانی که سخنرانی کردن نکات مهمی در گفته هاشون بود که خب مهمترین صحبت هایی که شد و پرزیدنت ترامپ مطرح کرد به نظر میرسه که خیلی قاطع این بار، منتها باز هم صحبتی از اون خواستی که شاید اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران دارن و اون ساقط شدن این رژیم منحوس هست نشد. پرزیدنت ترامپ در مورد ایران راجع به کارهایی که این حکومت طی 40 سال گذشته کرده صحبت کرد، اینکه منافع شخصی و منافع افرادی رو که در رأس قدرت دارن بر منافع مردم ایران ارجحیت داده و به مالندوزی پرداخته و به گسترش جنگ و خونریزی و خشونت در منطقه پرداخته و ادامه میده، تمام اینا رو مورد نظر قرار داد و راجبش صحبت کرد و اشاره کرد که دولت امریکا هرگز دنبال جنگ نبوده، حتی کشورهایی که بزرگترین دشمنان امریکا بودن امروز از دوستان امریکا هستند، برای اینکه ما دست دوستی دراز کردیم و با اونها کنار آمدیم. و
خواست از مسئولین جمهوری اسلامی که دست از کارهایی رو که میکنن بردارن. اشاره کرد به جنگ افروزی در یمن، جنگ افروزی در سوریه، کشتار در این دو کشور، عرض کنم حضورتون، و اشاره کرد به گفته آیت الله خمینی خامنه ای در مورد نام بردن اسرائیل به عنوان یک قده سرطانی که باید از بین ببرن، و اشاره کرد که خوشبختانه در منطقه، کشورهای منطقه با همدیگه همگام شدن، با همدیگه همراه شدن و دارن در واقع یک نوع یگانگی نشون میدن با اسرائیل، و این نوید خوبیست برای در واقع اسرائیل و برای جهان. و بعد اشاره کرد که ایران میتونه بیاد و ما صحبت بکنیم، و اشاره کرد به حمله به تأسیسات نفتی عربستان و گفت به دنبال این موضوع که مشخص است که ایران درش دست داشته، ما تحریم های جدیدی رو گذاشتیم روی دولت ایران و رژیم ایران، و متاسفانه از زمانی که این تحریم ها سختتر و سختتر شده، سرکوب در ایران بالا گرفته و رژیم در واقع به سرکوب بیشتر پرداخته، جلوی تولید رو گرفته، کشوری رو که کشور پر افتخار ایران رو به راهی برده که واقعا شایسته اون نیست و مردم ایران شایسته آزادی هستن و مردم رو فراموش کرده رژیم و فقط به منافع خودش پرداخته. در مورد همونطور که عرض کردم یهودی ستیزی و این گونه اقداماتی که اونها کردن، یعنی رژیم کرده، پرداخت، و همچنین راجع به برجام، اشاره به برجام داشت که یکی از بدترین قراردادها بوده که من جلوی اون رو گرفتم و اون رو از اون خارج شدم، به خاطر اینکه در این قرارداد که به زودی در واقع وقتش به سر میاد، ایران خواهد تونست دوباره دست بزنه به اینکه بره به دنبال سلاح اتمی، منافع ایران، ایرانیان رو و مردم ایران رو فدای دسترسی به این سلاح اتمی کرده، و ما هرگز، امریکا هرگز اجازه نخواهد داد که ایران، رژیم ایران چنین دسترسی رو پیدا بکنه به سلاح اتمی. و اشاره کرد که در برجام به هیچ وجه اشاره نشده به اینکه، یعنی اجازه داده نشده به مقامات انرژی اتمی بین المللی که از مناطق و سایت های مهمی رو که دارن دیدار و عمل بیارن و بررسی بکنن اونها رو، و همچنین در مورد موشک پرانی و موشک های بالستیکی که ایران داره تولید میکنه هیچ گونه ذکری به میان نیامده که تمام اینها باید مطرح بشه. عرض کنم حضورتون که رژیم ایران رو نه تنها حامی تروریست دونست و رهبران اون رو حامی تروریست دونست، ولی همونطور که عرض کردم در مورد همین جنگ افروزی صحبت کرد دیگه، اشارات دیگه. به هر حال اولین بار بود که به این شدت پرزیدنت ترامپ در مورد ایران صحبت کرد، و عکس العملی رو که آقای روحانی نشون داده که گفته که باز اشاره کرده که اگر امریکا دست از این تحریم ها رو متوقف بکنه و دست برداره از این تحریم ها و به برجام برگرده، و به برجام برگرده، بله ما حتی ممکنه که تغییرات جزئی رو در برجام هم بپذیریم. خیلی زحمت میکشن البته. بله، موضوعی که تا به حال اصلا صحبتش نبود که هیچ، میگفتن که این برجام یه چیزیست که دیگه آیه منزل هست و خلاصه. بله. یک چنین شرایطی رو آقای در مورد آقای اردوغان و آقای رهبر قطر هم بد نیست که من چند نکته‌ای رو که اینا مطرح کردن مطرح بکنم. اردوغان
به شدت به آنچه که در سوریه داره اتفاق میفته حمله کرد، به طور غیر مستقیم به امریکا حمله کرد، به طور غیر مستقیم به ایران حمله کرد که اونجا داره کمک میکنه به این خونریزی هایی که اونجا داره اتفاق میفته، و باعث افتخار ترکیه دونست که چند میلیون پناهجو رو در کشورش جا داده بدون اینکه اون کمک هایی رو که لازم هست از منابع جهانی دریافت بکنه، و گفت که داره امکانات زیادی رو فراهم میاره برای کسانی که پناه آوردن به خاک ترکیه. البته آقای اجازه ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، میدونین که میخواد چیکار کنه؟ میخواد در عمق خاک سوریه یعنی کنار مرز ترکیه یه سرزمینی رو آزاد بکنه با وسیله نیروهای ترکیه محافظت بکنه، در اونجا شهرکایی به وجود بیاره و این پناهنده‌ها رو از داخل سوریه ببره اونجا و اونایی هم که بعدا میان به اونا ملحق بشن و سازمان‌های بین‌المللی بابت این جریان پول بگیره. بیشتر قصدش اینه. دقیقاً. بعد قطر هم روی تحریم‌هایی که روش گذاشته شده رهبر قطر به تفصیل صحبت کرد، رهبر قطر، و گفتش که این تحریم ها غیر منصفانه است. و جالبه که در حال حاضر امریکا در قطر پایگاه نظامی خیلی بزرگی رو داره. بله. و اونجا نیروی نظامی و هوایی بزرگی رو داره در قطر. بعد صحبت های دیگه‌ای که آقای پرزیدنت ترامپ کرد در مورد چین بود و این بی‌انصافی و اقدامات اقتصادی و تجاری رو که چین داره انجام میده، و این از زمانی صورت گرفته که اجازه دادن که چین به عنوان یک کشور عضو نهاد بین المللی تجارت بین المللی وارد بشه، دزدی های تکنولوژی رو از ابتکاراتی رو که امریکا در امریکا به وجود آمده یادآور شد، راجع به اینکه چند صد هزار کارگر در امریکا در نتیجه رفتن صنایع به چین یا تولیدات به چین از کار بیکار شدن، نهادهای تولیدی رو که از رده بیرون رفتن به خاطر اینکه نتونستن رقابت بکنن، رقابت غیر منصفانه ای رو که چین داشته، و گفت که ما دیگه اجازه نمیدیم یک چنین چیزی ادامه پیدا بکنه، و اشاراتی رو که کرد به این موضوع خیلی مفصل صحبت کرد، ضمن این که تقدیر کرد از رهبر چین آقای عرض کنم حضورتون که اسم رهبر چین الان به نظرم نمیاد، ولی به هر حال از ایشون به عنوان رهبری بزرگ نام برد و گفتش که ما با ایشون داریم صحبت میکنیم و امیدواریم که کار به جایی برسه که بتونیم به یه توافق برسیم. میدونید که چند روز پیش یک گفتگو بین مسئولین امریکا و چین در واقع متوقف شد به خاطر اینکه گویا انتظاری که میرفت که یک توافقی به وجود بیاد اون توافق صورت نگرفت، و مسئولین این برنامه که آمده بودن به امریکا برگشتن بدون هیچ گونه نتیجه گیری. نکته دیگه ای رو که باید در مورد صحبت آقای ترامپ بگیم در مورد حمایت و طرفداری از محدودیت هایی که در مرزهای جنوبی امریکا برای جلوگیری از پناهجویان که از کشورهای دیگر امریکای جنوبی غیر از مکزیک میان و به امریکا وارد میشن به تفصیل صحبت کرد و گفتش که ما جلوی این کار رو میگیریم، و تشکر کرد از رهبر مکزیک که همراهی کرده و چند هزار نفر قوای نظامی رو فرستاده برای اینکه جلوی این کار رو بگیرن، و خواست که این کشورها کسانی که میخوان به امریکا بیان از خود کشورشون اقدام بکنن. حمله شدید به سوسیالیسم و کمونیسم کرد و گفتش که هرگز امریکا تن در نخواهد داد که در امریکا سوسیالیسم
سوسیالیسم بر به اصطلاح حاکم بشه. و البته اشاره به گفته‌های بعضی از این داوطلبان شرکت در مبارزات انتخاباتی 2020 است که صحبت‌هایی که می‌کنن، بعضی از صحبت‌ها که می‌کنن خب از دید جمهوری‌خواهان سوسیالیسم رو دارن در واقع تبلیغ می‌کنن. بله بله بله. آقای اجازی، رهبر چینم آقای شی بود که من آقای شی یادم نمیاد. بله من می‌خواستم بگم، گفتم نکنه من اشتباه کنم. حالا سیه مسئله که وجود داره این که میدونید که آلمان، انگلیس و فرانسه خیلی مهم بود. بله. در آستانه تشکیل مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه دادن و تایید کردن که این حملاتی که به عربستان سعودی شده از طرف ایرانه. بله. این یکی. مسئله دیگه که این روزنامه‌های اروپایی بهش اشاره کردن، ما 4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. بله. الان بله 4 دقیقه. تو این به اصطلاح حملات اشاره هم شده به این که تا به حال کشورهایی مثل اسرائیل که من چندین بار در این برنامه گفتم مثلا در اسرائیل هم از این حملات انجام میشد، ولی خب اون به اصطلاح موانعی که اسرائیل بله ایجاد کرده اجازه نمیداد این موشک ها در داخل خاک اسرائیل بیفته. ولی الان بعضی از مطبوعات اروپا می نویسن که حمله به عربستان سعودی و به به اصطلاح تاسیسات شرکت آرامکو این ترس رو در همه کشورها از جمله اسرائیل به وجود آورده. بله. که این پاتریوت ها بله. و این تمام این وسایلی که جلوگیری میکنه از ورود موشک ها و پهپادها به سرزمین های مثل اسرائیل و کشورهای عربی و همپیمانان آمریکا، الان دیگه اینا نقش اساسی ندارن. بله. برای اینکه از موقعی که این موشک ها و پهپادها حرکت کردن، حالا از هر کجا مهم نیست، از کجا، از نمیدونم ایران اومده، از عراق اومده، از یمن اومده، ولی مسئله اینه که اینا هیچ کدوم این پاتریوت ها یا دستگاه های که آمریکایی‌ها میلیاردها پول گرفته بودن بابتش نتونست کاری انجام بده و اینا همه به هدف خوردن و نقطه زن هم خوردن. حالا صحبت بر سر اینه، خب اگر یه همچین حملات این فرمی یوه در سر اسرائیل به وجود بیاد یا کشورهای دیگه و اینا بتونن مثلا فرض کنید جلوی 10 تا رو بگیرن یا 30 تا دیگه بخوره، تکلیف چیه؟ ببینید در این مورد بحث زیادی شده. اولا این رو به عنوان، حالا ما چه خوشمون بیاد چه نیاد، یک برنامه حمله بسیار دقیق و حساب شده و فوق العاده درخشان نام بردن ازش. ولی نکاتی که در مورد عربستان مطرحه آقای فرجی، بحث در اینه که آیا تمام این ثروتی رو که عربستان سعودی صرف کرده برای خرید اسلحه، آیا آدمایی رو هم که بتونن از این سلاح‌ها استفاده بکنن، از این وسایل دفاعی استفاده بکنن داره اونجا یا نه؟ حالا بس بس از این سلاح‌ها به دوران آموزشی زیادی حالا نیاز داره و بعد هم این سلاح‌هایی که فرستاده میشه به طور قطع سلاح‌های به اصطلاح پیشرفته امریکایی نیست، هرچند که در این مورد ادعاهای زیادی میشه. منتها باید توجه بکنید که در اسرائیل با توجه به پیشرفت‌هایی که در همه زمینه‌های علمی که اون رو واقعا حیرت انگیز پیشرفت‌هایی رو که اسرائیل داشته طی این سالیان و داره نمیشه مقایسه کرد با بقیه کشورهای عربی، ولی یک ضرب شستی است که حالا آیا ایران اینطوری که میگن و همگان به این عقیده هستن که ایران پشت این بوده، اگر ایران این کار رو کرده خواسته ضربه شستی نشون بده درست هنگامی که این جلسات شورای امنیت سازمان ملل مطرحه و بخواد امتیازاتی بگیره. بله آقای اجازی، ما برنامه تموم شد. خواهش میکنم، متشکرم. بقیهش رو پنجشنبه صحبت میکنیم. خدا نگهدار. خب همینان گرامی، همینجا برنامه من به پایان رسید. بسیار سپاسگزارم که به این برنامه توجه کردید. از امیر شهرتی سپاسگزارم، توجهتون رو جلب میکنم به برنامه خوبی که همکار دیگرم فریدون توفیقی تا لحظات دیگر اجرا خواهد کرد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران.